اوج جریان شکوفایی محسن در حقیقت در مجلس بود. اونچنان نقش واردی داشت که حالا در عرصه چه سیاست داخلی چه سیاست خارجی واقعا یه چهره بارزی بود. من یادم وقتی خیلی از مسئولین خارجی می اومدن در ایران اصرار داشتن که حتما با محسن به عنوان یک شخصیت برجسته جریان اصلاحات ملاقات بکنن و دیدار داشته باشن. هنوز یادم نمیره اون اصراری که آقای سولانا داشت وقتی اومده بود که حتما میدونید تو وزارت خارجه و اینا همیشه یه جریانایی هست که مایل هستن وقتی مسئولین خارجی میان محدودشون بکنن، نذارن با هر کسی ملاقات داشته باشن، ولی اون با اصرار عجیبی که داشت خودش در حقیقت اومد تو مجلس دیدار محسن، دعوتی که بعد بعضی کشورهای خارجی مثل آلمانی ها کردن که من در جنشم این یک رئیس دولت با محسن برخورد کردن در استقبال و در پذیرایی از اون. این نشونده یه شخصیت برجسته سیاسی در داخل اینا که میگیم باعث افتخار است و باعث تأسف هم هست حالا همچون شخصیتی اینجور در حدش ظلم و جفا بشود. کسانی که در شورای مرکزی جلساتی که با محسن بودن میدونن که محسن شاید یکی از شوخترین و خوشقریحه‌ترین آدم هایی بود که در داخل ماها وجود داشت. نکات خیلی ظریفی که میگفت، تیکه هایی که میپرون و شوخی هایی که میکرد واقعا جلسات رو همیشه پرنشاط و پر انرژی میکرد. اینجا که حالا ما از محسن میگیم جفاست اگر از خانم مجردی نگیم، شاید بخش عمده ای از توفیقی که محسن داشته به خاطر حضور خانم مجردی بود. من این تجربه شخصی خودم هست که چجوری این زوج به هر حال نه تنها زندگی خودشون رو اینقدر خوب کردن بلکه کمکی که به دیگران میکردن در عرصه‌های مختلف که حالا حداقل در این جریان یک ساله کسانی که از نزدیک بودن میدونه. من خودم تجربه اصلی اولین برخوردم شاید با خانم مجردی به عنوان مثلا رابطه خیلی صمیمی وقتی بود که ما به لندن رفتیم. خب لندن وقتی بچه ها میرن خیلی غریبه، با اون محدودیاتی که داره، مشکلاتی که وجود داره، چیزی نداره. خب آقا محسن و خانم مجردی اونجا بودن و ما در ابتدا شاید بر اونها وارد شد. اون تیمارداری و پذیرایی که از ما کردن در راه انداختن زندگیمون، در یکی از غربت در بیارن. یادم محسن اون زمان کمبر، اینم رو من بگم، ما واقعا در داخل کشور کم کسی داریم که فارغ التحصیل کمبریج باشه، یعنی به لحاظ علمی هم محسن کم نظیر هست در داخل کشور. حالا جفایی که در حقش شد، حالا اینا هیچی، از اون در دانشگاه که هنوز به عنوان یک مربی مثلا به کار گرفته میشه، حالا اینا رو بگذاریم، ولی این بود که واقعا اون محسن کمبریج بود و خانم مجردی در لندن خودش زندگی بچه ها رو و همه کسانی دوستانی که می اومدن اونجا در حقیقت اداره میکرد. من یادمه یکی از کسانی که پاتوقش خونه آقای میردامادی بود همین آقای نوباوه بود، نماینده رادیو تلویزیون بود و تقریبا همه کسانی که حالا چه دولتی بودن چه دانشجو بودن اونجا بودن اونجا رو به عنوان یک مأمن و ملجع خودشون میدونستن، می اومدن اونجا با اونا ما چه روی بازی واقعا از همه پذیرایی میکردن، مشکلاتشون رو حل میکردن و گرفتاری ها رو داشت. من لازم میدونم اینجا در کنار همه خوبی هایی که از محسن گفته میشه از نقش خانم مجردی نگم و از خدا میخوام که هرچه زودتر انشالله محسن رو آزاد بکنه، در کنار ما باشه و به او و به خانم مجردی و به بچه های بسیار خوبی که دارن انشالله توفیق بده که بتوانن همچنان نقش خودشون رو ادامه بدن.